سلام دوستان، من مونا اشتری هستم. امروز میخوایم به همراه دخترم همراه با شما یه کار دستی درست کنیم. بله، ما میخوایم. من هستم میخوام در درست با ما میخوایم با هم دیگه چی درست کنیم؟ بدن انسان. بله، ما میخوایم ببینیم این هوایی که تنفس میکنیم کجا میره؟ میخوایم ببینیم غذایی که میخوریم کجا میره؟ چجوری هضم میشه؟ یا مواد زائد چجوری از بدنمون دفع میشن؟ اگه با ما همراه باشین، میخوایم با شما یه کاردستی دیگه درست کنیم. دوستان، برای درست کردن این کاردستی به یه نایلون نیاز هست. قیچی، بله، ماژیک که غیر وایت بورد. با ما همراه باشین. خدافظ. سلام. دوستان، برای درست کردن کاردستی بدن انسان نیاز به یه نایلون داریم. این نایلون رو پایینش رو میبریم. حالا نایلون رو باز میکنیم. نایلونمون رو صاف و صوف میکنیم که اول از ریه ها شروع می کنم. اکسیژن هوا از طریق لوله نای وارد ریه های ما میشه. ما دو تا شش داریم، شش راست و شش چپ، که شش ها بخش اصلی دستگاه تنفس ما هستن. شش البته جریان هوا رو هم برقرار میکنه و به خاطر همین صحبت کردن و صدا در آوردن برای ما امکان پذیر هستش. بدن رو از روبرو میبینیم، پس سمت راستش این ور میفته، سمت چپش این ور. یه مقدار شش چپ در مقایسه با شش راست کوچیکتر هست. چرا؟ به خاطر اینکه قلب در سمت چپ بدن ما قرار داره. قلب هر انسانی به اندازه مشت بسته اونه و تقریبا 70 بار در دقیقه ضربان داره. قلب مثل یه تلمبه هست که خون رو به تمام بدن میرسونه. در شش‌ها بلبول‌های قرمز خون اکسیژن رو دریافت می‌کنن و به سلول‌های بدن می‌رسونن. غذایی که ما می‌خوایم از طریق مری میاد و وارد معده ما میشه. توی معده غذا با آنزیم‌های درون معده مخلوط میشه و به ماده خمیری شکل به نام کیموس تبدیل میشه. از اونجا میره وارد روده کوچیک میشه. چرا بهش میگیم روده کوچیک؟ به خاطر اینکه باریک هست، قطرش کم هستش، وگرنه بلند هست. در عین حال من اینجا چون میخوام روده بزرگ رو بکشم، یه خط زیر معده‌ام میکشم، اینجا یه نایلون دیگه میچسبونیم. روده بزرگ ما هست که روده بزرگ به این شکل در بدن ما قرار گرفته. خب هر چیزی که وارد معده شده با آنزیم‌های درون معده مخلوط شده و ماده‌ای به نام کیموس رو به وجود آورده که ماده خمیری شکل هستش. از اونجا غذایی که ما خوردیم به روده کوچیک ما میره که روده کوچیک در این قسمت قرار داره تا بتونه جذب جریان خون بشه. البته یه سری مواد غذایی همراه خون به کبد میرن و در کبد ذخیره میشن. بعد از اینکه غذا وارد حالا روده کوچیک رو می‌خوایم بکشیم. روده کوچیک رو من یه سری چین خوردگی هایی رو میکشم، یه سریشم بعدش میخوام اضافه کنم بعد از اینکه رنگ‌آمیزی کردم. بعد از اینکه مواد توی روده کوچیک جذب شدن، یه سری مواد هم هنوز هضم نشدن میرن وارد روده بزرگ ما میشن. روده بزرگ آب و بعضی از مواد غذایی و ویتامین ها و مواد معدنی رو جذب میکنه، ولی اضافی مواد غذایی که بدن نمیتونه اونا رو ذخیره کنه از طریق مدفوع میاد و از بدن خارج میشه. میخوایم کلیه هامون رو هم نشون بدیم. در اینجا کلیه های ما تقریبا اینجا قرار داره. ما دو تا کلیه توی بدنمون داریم که کارشون چیه؟ تصفیه خون. کلیه ها
خون رو تصفیه میکنن و بعد آب و مواد اضافی رو که ممکنه در این خون وجود داشته باشه میفرستن به مثانه و توی مثانه از طریق ادرار این مواد اضافی دفع میشن. این قسمت ها رو با همدیگه رنگ کنیم، با ما همراه باشین. خب دوستم، من برای رنگ کردن ششها رنگ صورتی رو انتخاب کردم. چرا؟ چون ششهای بچه ها صورتی رنگه، ولی ششهای آدم بزرگ ها به علت گرد و غبار و آلودگی هایی که در هوا وجود داره کم کم خاکستری رنگ میشه، ولی ششهای بچه ها صورتی هستش. من اول ششها رو رنگ میکنم به رنگ صورتی. راه تنفسی ما از بینی شروع شده. توی بینی هوا گرم و مرطوب میشه، با کمک موها و مژگهای بینی گرد و غبارش گرفته میشه، بعد از نای وارد ریه ها میشه، توی ریه ها وارد نایژه هامون میشه و از اونجا به نایژک ها میره و نایژک ها به حباب هایی به نام آلئول میرن و در اونجا اکسیژن هوا با دی اکسید کربن تعویض میشه. خب حالا قلبم رو رنگ می کنم. قلب ما قرمز رنگه و البته سرخ رنگ و سیاه رنگ داره. بله، سیاه رنگ ها خونی هستن که دی اکسید کربن دارن، ولی سرخ رنگ ها خونی هستن که میزان اکسیژنشون بالاتره. بله، ما توی تصاویر معمولا سرخ رگ ها رو با رنگ قرمز نشون میدن، سیاه رگ ها رو با رنگ آبی نشون میدن. وقتی که مواد غذایی وارد معده میشن، در کبد ما مادهی به نام صفرا ترشح میشه. این صفرا میاد وارد کیسه صفرامون میشه، بعد از طریق کیسه صفرا میاد وارد روده باریکمون میشه. خب کار دستی ما آماده است. میذاریم بچه ها یادتون باشه دستتون اثر میشه از من الان گذاشتم دستم این شکلی شده. بعد حسابی خشک بشه، بعدن این لباس رو بپوشین. حالا ما پوشیدش رو هم با هم دیگه میبینیم. خدا نگهدار. سلام دوستان، نگاه کنین، این همون لباسیه که ما درست کردیم. چه خوشگلی هم شده. من شما تعجیب یه باید رو بکشم. آمیدوارم شما بابا درست کرده باشید. خدا نگهدار.